آقا فدایان شهید که زیر تیغ قاتل سرش بریده گشت و به شیعیان به شیعیان دعا کرد به دعای حسین علیه السلام که امشب من و تو اینجا جمع شدیم. بعضی ها شاید شب اولشون باشه، شب جمعه اجازه بدیم از یاران و از اصحاب حضرت شروع کنم. از مدینه که بیرون زدن اومدن خانه خدا تا فهمید نمیخوان حرمت خانه خدا رو نگه دارن، خون ریزی را بندازن. زد بیرون یه جایی چادر زد، با زن و بچهش بود مقابل خیمه حسین. یه کسی چادر زد که نمیدونست اینا خیمه های حسین علیه السلام. عثمانی مذهب یه مرتبه بی عبدالله صدا زد برید تو چادر. الله اکبر. به رئیس اون قبیله زهر بگید بیاد حسین باش کار دارد. رئیس قبیله از گردن کلفتی بر خودش. خیال جدی اونه که پای امام حسین بسیدم فقط نماز شب میخوندم. نماز شب هم کاری اینا همه اینا وسیله است ما برسیم. فقط نماز شب نه، فقط نماز شب باشه. دل و جیگرم میخوام، عقل باید کار بکنه. هر شب عاشورا دو تا چهار تا کرد. خاک تو سر پسر فاطمه رو فروختی به پول. من عقیدم بر این، اگر هر نبود شد امام یکی از این شهرها میرفت. اما همین هر نزد باعث این که امام حسین تو کربلا باشه و حضرت حجر کشته بشه هر بود. اما وقتی شب عاشورا فهمید اسمشو رها کرد، پوتینشو در آورد، بندا رو گره زد، انداخت گردنش، چهار دست و پا اومد. اون شب عباس داره پاسبانی میکنه تا وقتی عباس جلو خیمه هاست هیچ کسی جرأت نمیکنه چپ نگاه کنه. اول خیمه عباسه. تا نزدیک شد گفت کی هستی؟ گفت من اومدم با آقام حسین کار دارم، غلط کردم. تا وقتی ابی عبدالله اومد مر سرش پایین بود. چی بگه؟ دل بچه ها رو لرزونده. ای قربونه تو آقا برم. اول حرفی که زد گلگی نکرد، فرمود هر در خونه ما اومدی سرت چرا پایینه؟ سرت و بالا بیا، خوش اومدی. گفت آقای خواهش دارم برید به خواهرت زینب حلالیت منو بخواه، من دل بچه های تو رو لرزوندم. آی جوونا از نام حضرت زهرا غافل نشی. یه جوی عبدالله فرمون مادرت به حضرت بشینه، جلو خودش گرفت گفت چه کنم مادرت فاطمه است. ابی عبدالله فرمود هر
گرچه دشمن بی کس و پستت گرفت، خاک پای فاطمه دستت گرفت. امشب سیه چرا تو اینجوری داری میخونی؟ میخوام یه طور دیگه با آقا حرف بزنی، بگیم حسین جان ما که جلو زن و بچه تو نگرفتیم، امشب یه نگاهی به ما کن آقا، جان مادر سیلی خورد آقا. خودمونی دارم امشب میرم جلو، نشسته بود همه رفیقاش دورش، چادرها رو زدن، حرف میزنه نگاه میکنه، کسی نمیتونه به چشمش نگاه کنه، اینقدر زهر هیبت داره، اما نور علی و اولاد علی تو دلش بوده. غذا میخورد یه وقت صدا زدن گفتن کسی اومده از جانب حسین ابن علی، چکار داره؟ از طرف آقا پیغامو برده، گفته آقا ابی عبدالله فرمودن به زهر بگید بیاد کارش دارن. منو با حسین کاری نیست، از دامن زن مرد به معراج. یه زن هست آدمو میزنه زمین، یه زن هست اینجوری آدمو تشویق میکنه، نوکری میکنه. براق ما هم اینجا هستیم، فکر نکنی اونقدر معده درد میگیریم، کبدم فشار میاد که خونه زن بچه نبامونی برن. خدایش الله همه زنای حسینی و کنیزه از ضرر افتاد. خدا خسا یه مرتبه گفت منو با حسین چی کار، زد تو دستش زنش گفت خجالت بکش، پسر فاطمه صداد کرده، حرف پسر زهرا رو زمین ننداز، نبه پیغمبر، حرف زن به دلش نشست، بلند شد اومد جلو چادر، گفتن بیا آقا پذیرفتت، پرده چادر رو بالا زد، تا وارد شد نگاه به صورت حسین جان هری دلش ریخت، الهی قربونت برم آقا. به به، اول حرفی که زد فرمود زهر خوش اومدی، مگه میشه تو اینجا بیای امام زمان جلو در نیست، میگه خوش اومد خدا میگه. وقتی زهر برگشت دیدن صورتش پر از نوره، اول کاری که کرد این نیستش که توبه کنی بازم به کار ادامه بدی، قد کرد همه چی رو، تا برگشت گفت همه برید، همسرشم به خانوادش سپرد، طلاقش داد، گفت میدونم من برم دیگه برگشتنی نیست، اما زن بهت بگم من دیگه کربلایی شدم، پسر فاطمه تناست، مردونگی نیز آقا رو تنها بذار. زنش گفت منو ببر، گفت نمیشه، گفت فقط ازت یه خواهش دارم زهر، فردای قیامت جلو مادرش فاطمه اسم منو ببر، بگو این بود منو کمکم کرد کربلایی شده. های 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 چی شده من امشب اینجور دارم میخونم؟ حالا بریم کربلا. چادر شب عاشورا نشستن، زهیر ها بریل ها حبیب ابن مظاهر، همه بزرگان نشستن بالای مجلس ابی عبدالله، کنار دست ابی عبدالله ابوالفضل، یه طرف علی اکبر، یه طرف قاسم نوجوان، همه دارن گل میگن و گل میشنفن،
آقا منم شهید میشم. بله فردا همتون به دست پیغمبر سیراب میشین. غصه نخوری از همه گفت قاسم سرشو پایین انداخت. پس چرا امو من حرفی نمیزنم؟ شاید برای اولین بار بود تو جمع بزرگتر آخواست با امو اینطور حرف بزنه. فرمود امو جان آیا فردا منم شهید میشم؟ میخواد بشناسونه قاسم چیه؟ پسر حسنه. شمشیر دست میگرفت همه دشمنا فرار میکردن. امام قاسم بعضی هم شاید ایراد بگیرن، بعضی مواطن شاید ننوشتن عروسی حضرت قاسم. اگر اشتباس بازم دارم میگم حاجه الهی به من بگه. امام قاسم به دو دلیل عروسی نگردن عقل بستن، و به دو دلیل چون امام حسین این بچه ها رو زیر پر و بالش گرفته بود، خواست حق پدری رو به جا بیاره. دست دخترش رو گذاشتی دست قاسم، خواست تموم. دلیل دوم اینه که نخواست، خواست دلش یه طوری بشه قاسم نیاد تو میدون کشته بشه. گفت یادگار برادرم. به این دلیل فرمود عزیز دلم حالا من ازت سوال میکنم، آیا من در نزد تو چگونه است؟ یه مرتبه دیدن قاسم لبخند زد، فرمود عمو جان احلا من الاصل، به خدا از اصل برا من شیرین تره، در رکاب تو به شهادت برسم. فرمود باریک الله قاسمم. حالا اجازه بدین آروم آروم شعر بخونم. شب جمعه از باعت کار دارم یا عبدالله، ای حرمت خانه مأمور دل، وی شجر عشق تو در طور دل، نجل علی در یتیم حسن، باب همه خلق زمین و زمن، همچو عمو ماه بنی هاشمی، چشم و چراغ شهدا قاسم. یه بار دیگه، همچو عمو ماه بنی هاشمی، چشم و چراغ شهدا قاسم. آقا جان زینب و عباس و حسین و حسن، روی دلارای تو را بوس زن، رشته جان طره گیسوی تو، پنجه دل شال کشم موی تو، دید جهان. های چه سفره‌ای براش چیدن، چی آوردین؟ به به نقل آوردن، گل آوردن، حنا آوردن، نبات آوردن. اما من میگم همه این چیزایی که آوردید اشتباه آوردید. برای قاسم سفره عقدش ببین چی بوده. دید جهان بزم عروسی بسی، مثل تو داماد ندیده کسی، هجله دامادی تو قتلگاه، ذکر خوش اهل حرم، نای شب وصل تو
آوردی نقل عروسی تو، باران سر خلعت دامادی تو، پیروهنی که آمده بر تن کبر، همه خوشحالن همه خوشحالن، دست سکینه رو زن دست قاسم گذاشت، گفت فردا نیاد از من اجازه میدون بگیره، کربلا خوشگل همه تشنن، گلی نبوده انقدر رقی دوستاش رو سر خارش گل بریزه، مبارکه ایشالله به پای هم پیر شی، مبارکه عمو عباس میخواد هدیه بده همون جور که تولد رقیه گوشواره دادن، آخ مبارکه، آخ فردا صبح شد همه عزیزانو کشتن، یه مرتبه دیدن قاسم سرشو پایین انداخت، اومد گفت عمو جان اجازه میدی برم میدان، فرمود نه عزیزم تو یادگار حسن منی، باشه باشه یه جور دیگه روزه میخونم، یه جور دیگه روزه میخونم، برگشتنش گرفت پشت خیمه نشسته بود، دو تا پاش گرفته بود، یه مرتبه دید یه دستی اومد روشونش، سرش بالا آورد دید مادرش نجمه است، صدا زد عزیزم چرا گرفته ای گریه میکنی، گفت مادر رفتم از عمون خواستم نذاشت، نکنه من هنوز بزرگ نشدم، من نمیتونم عمومو غریب ببینم، این چه قصه نداره مادر داروی دردت پیش منه، رفت تو چادر شروع کرد یه بخچه ای رو باز کردن، یه بازوبندی رو در آورد گفت بگی، گفت مادر این چیه، گفت یادش بخیر شب آخر بابات حسن وصیت کرد، گفت اگر رفتی کربلا حسین اجازه نداد قاسم عوض من بره اینو بده، دیدم قاسم خوشحال بازوبند گرفت دوید عمو جان هیچ حرفی نشد، عمو جان این یادگار بابامه، تا گفت یادگار بابامه، آدم ایشالله ایش به داغ برادر نبینی، برادر و امام حسین آدم یه جایی میرسه دفعه جای خالیشو بد جور حس میکنه، زودی گرفت بوسید بازش کرد دید یه نامه یه دستخط دستخط امامشه، شروع کرد بوسیدن، داداش کجایی ببینی داداش تو قریب گیر نامه امام حسن رو بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، حسین جان من کربلا نیستم خودم کمکه میکنم، اجازه بده قاسم هم عوض من حسن شمشیر بزنه، امر امامش بوده اطاعت کرد اما عشقش در خصائص حسینیش گروان بر امیر کاروان مرحوم شوشدریش جعفر میفرماید انقدر عاشق قاسم بود و قاسم گرفتار محبت عمو جانش بود، ابی عبدالله بغلش کرد انقدر گریه کردم دوتایی قش کردم، از حال رفتم، فرمود لباس بیارید، نه لباس رز، بچه 12-13 ساله هست، چند ساله نموش 13 ساله تو بلند شو، این بچه 13 ساله هست، لباس رز به تنش نشد،
فرمود کفن تنش کنی. اینا من لباس دامادیشو تکمیل کردم، لباس دامادی قاسم شد یک کفن، شمشیر رو به کمر بست، عمه زینب براش قرآن گرفته، سکینه میگه مواظب خودت باش، قاسم گفت خانم جان وعده من و تو ایشالله فردای قیامت، آستین و پاره کرد داد گفت اینطور به این نشونه منو پیدا کن، را افتاد همچی که قدم میزنه انگار امام حسن داره قدم میزنه، ابی عبدالله پشت سر جانم حسن جانم حسن جانم حسن، همونجور که علی اکبر را میرفت میگفت یا رسول الله، فرمود جانم حسن داره قدم میزنه، نوک شمشیر رو زمین کشیده میشه، سواره بر اسب شد لب، همه تو خیمه دارن دعا میکنن، نجمه داره دعا میکنه، تا اومد حرکت کنه فرمود نه سب کنید یه چیز تو صورتش بزنم، انقدر خوشگله میترسم نظرش بزنم، رب یا الله میخوام روزه بگم، یا امام حسن ببخشید آقا جان، ای بی حرم آقا جان معذرت میخوام، رب همه زنا تو خیمه، حسین جلو خیمه ایستاده ای میفرمود جانم قاسمم، باریکلا قاسم ماشالا قاسم، ای والله یه مرتبه دیدن حسین میگه آخ قاسمم، به خدا از دلم نمیاد روزه بخونم، تا حالا شده بخوری زمین یه چیزی رود بیفته، تا افتاد زیر دست و پا صدا زد آی امو استخونم شیده شیده، تا خود زمین گفت جواب مادرش چی بود، مگه چقدر قد و بالا داره، عربا درشتن چند نفر هجوم آوردن برای